بوکلایت کتاب پشت پرده ریاکاری، اثر دن آریلی. نیمه متقلبت را بشناس و آن را نابود کن. مرجع خلاصه ارزشمندترین و پرفروشترین کتاب‌های دنیا. با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه با شناخت روانشناسی تقلب این پدیده را در خود و دیگران کنترل کنید. بیشتر مردم دوست دارند باور داشته باشند که انسان‌های خوب و صادقی هستند، دروغ نمی‌گویند و متقلب نیستند. اما متاسفانه باوری که ما درباره خودمان داریم درست نیست. در حقیقت همه ما کلاه بردار هستیم. البته شاید ما یک اختلاسگر بزرگ بانکی یا یک دلال متقلب املاک نجومی نباشیم. ولی انگیزه ی دروغ گفتن، فریبکاری و تقلب هر روز صبح همراه با ما از خواب بیدار می شود و تا شب همراه با ما قد می کشد. وسوسه ی تقلب همه جا وجود دارد. مدرسه، محل کار، خانه و حتی درون ذهن شما. آنچه این موضوع را خطرناکتر می کند این است که ما معمولاً به شکلی غیر ارادی تسلیم آن می شویم. حالا پرسش اساسی اینجاست. این ناهنجاری چرا تا این حد در ما ریشه دوانده است؟ دن آریلی، اقتصاددان رفتاری و نویسنده این کتاب، تحقیقات گسترده‌ای در ارتباط با موضوع تقلب انجام داده است. دن آریلی، تقلب را با موضوعاتی همچون اخلاق فردی، خستگی جسمی و روحی، وسوسه و غیره مرتبط می‌داند. جذابیت کار آریلی در این است که او برای توضیح این موارد دست به آزمایش‌های جالبی می‌زند و با نتایج شگفت‌انگیز درستی ادعاهایش را اثبات می‌کند. در این بوکلایت بوکاپو به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود. 1. چرا یادآوری قوانین اخلاقی باعث اجتناب از تقلب می شود؟ 2. چرا استفاده آگاهانه از جنس تقلبی روی رفتار شما تأثیر می گذارد؟ و 3. چگونه تقلب مثل یک بیماری مصری می تواند به همه منتقل شود؟ بوکلایت شماره 1. جامعه مدرن متقلب و دروغگو کم ندارد. آیا شما هم فکر می کنید چند مدیر عالی رتبه مسئول فساد و تقلب موجود در جامعه هستند یا با مشکل گسترده و پیچیده تری روبرو هستیم؟ متاسفانه باید گفت جواب گزینه دوم است. همه ما متقلب هستیم. بیایید با یک مثال شروع کنیم. یک فروشگاه محصولات هنری واقع در مرکز هنری واشنگتن دی سی را در نظر بگیرید که با مشکل فساد مالی روبرو شده بود. این مجموعه با وجود سیستم‌های مدرن برای فروش و ابزارهایی مانند دستگاه پول شمار و کارتخوان همچنان با روشی سنتی کار می‌کرد. در حقیقت این فروشگاه از کارکنان برای فروش محصول و دریافت وجه نقد استفاده می‌کرد. اگرچه فروش و وضعیت مالی فروشگاه رقم قابل قبولی داشت، اما هر سال مبلغی حدود 150 هزار دلار از درآمد فروشگاه مفقود می‌شد. پس از پیگیری‌های فراوان مشخص شد یکی از کارمندها از فروشگاه سرقت می‌کند. اما این پایان داستان نبود. پس از دستگیری سارق همچنان مقداری از درآمد مجموعه ناپدید می‌شد. سرانجام مدیریت فروشگاه تصمیم گرفت از سیستم پیشرفته‌تری برای فروش محصولاتش استفاده کند. اساس کار سیستم این گونه بود که فهرستی از قیمت محصولات و مقدار فروش هر محصول تهیه و ثبت می شد. در نتیجه با وجود این سیستم، میزان فروش نسبت به موجودی کالا قابل اندازه‌گیری بود و سرانجام پس از بکارگیری این سیستم، میزان فروش و درآمد متعادل شد. در حقیقت، دیگر پولی از فروشگاه ناپدید نمی شد. با بررسی‌های بیشتر، مشخص شد که سرقت پول فقط کار یک کارمند نبوده است، بلکه بسیاری از کارکنان مقدار کمی از وجه نقد دریافتی را بر می داشتند. در حقیقت تقلب کردن گاهی در مقیاس بسیار ناچیز اتفاق می افتد،
اما وقتی همه در آن شریک باشیم، می تواند عواقب نچندان کوچکی را رقم بزند. در این رابطه می توان یکی از موفق ترین شرکت های انرژی جهان را مثال زد. شرکت انرون یکی از بزرگترین شرکت های تولید انرژی در ایالات متحده بود. فعالیت اصلی انرون در حقیقت تولید برق و گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و همچنین انتقال و مبادله نفت خام و مشتقات آن بود. در ظاهر، آنچه باعث موفقیت و رشد چشمگیر این شرکت شده بود، استفاده از روش‌های خلاقانه در حسابداری بود. اما در پشت پرده این موفقیت چشمگیر، یک تقلب کوچک وجود داشت. کارمندان این بنگاه اسناد را دستکاری می کردند. در حقیقت آماری که از درآمد و سود این بنگاه منتشر می شد توسط کارمندان دستکاری شده بود. قسمت عجیب تر این ماجرا همکاری آژانس های رتبه بندی، مشاوران و هیئت مدیره شرکت با حسابدارها بود. آنها با وجود اطلاع از تقلب حسابدارها چشم پوشی کرده و باعث گسترش این کار می شدند. سرانجام با گسترش و بالاتر رفتن آمار تقلب، راز موفقیت چشمگیر این بنگاه معروف برملا و یکی از موفق ترین بنگاه های ایالات متحده بسته شد. شاید اگر فساد موجود در جامعه تنها محدود به قشر خاصی از افراد می شد، این مشکل به راحتی قابل کنترل بود. اما واقعیت این است که فریبکاری و فساد در جامعه متشکل از هزاران بخش ریز و درشت است که همه ما در آن سهیم هستیم و هر روز به طور مرتب آن را تکرار می کنیم. تمامی این مثال ها بیانگر این واقعیت تلخ است که همه ما مقصریم. اما این تقصیر چقدر به عقل و اراده ما وابسته است؟ بوکلایت شماره 2. تقلب یک امر منطقی نیست. تا به حال با خودتان فکر کرده اید که چرا تصمیم میگیرید در یک موقعیت خاص تقلب کنید یا دروغ بگویید؟ با توجه به تصور غالب، یک فرد متقلب به طور منطقی باید بر اساس این دلایل عقلانی تصمیم به تقلب بگیرد. چقدر سود میکنم؟ احتمال اینکه دستگیر شوم چقدر است؟ در صورت گرفتار شدن چه مجازاتی انتظارم را میکشد؟ در حقیقت افراد باید با در نظر گرفتن سود در مقابل هزینه تصمیم به ارتکاب هر عملی بگیرند. اما در دنیای واقعی وقتی اسم تقلب می آید، افراد خیلی عقلانی به آن فکر نمی کنند. نویسنده یک کتاب در این باره دست به آزمایش جالبی زده است. او با انجام این آزمایش اثبات می کند که احتمال انجام تقلب با افزایش سود بیشتر نمی شود. بر اساس این آزمایش، از شرکت کنندگان در دو گروه خواسته شد که سوالات ریاضی مشابهی را حل کنند. به هر شخصی در ازای پاسخ صحیح مبلغ 50 سنت پرداخت می شد. پاسخهای کتبی شرکت کنندگان در گروه اول توسط یک ناظر بررسی و تصحیح می شد. شرکت کنندگان در این گروه به طور متوسط به 4 پرسش از بین 20 پرسش پاسخ صحیح دادند. گروه دوم شرایط متفاوتی داشت. پاسخهای کتبی در این گروه فاقد سیستم نظارتی بود و شرکت کنندگان موظف بودند تعداد جوابهای صحیح را اعلام کنند. شرکت کنندگان در این گروه به طور متوسط به 6 پرسش از بین 20 پرسش پاسخ صحیح داده بودند. با توجه به نتایج مشخص است که گروه فاقد سیستم نظارتی تقلب کردند. در مرحله بعدی اعلام شد که هر فرد شرکت کننده در ازای پاسخ صحیح مبلغ 10 دلار دریافت می کند. نتیجه که به دست آمده جالب توجه است. آمار تقلب حتی درصدی هم تغییر نکرد. در واقع افزایش سود حاصل از تقلب احتمال تقلب کردن را بیشتر نمی کند. نکته بعدی که باید بدان توجه داشت احتمال دستگیری است. شاید باور نکردنی باشد، اما احتمال گرفتار شدن نیز تأثیر چندانی روی تصمیم ما در ارتکاب به جرم ندارد. مرحله بعدی آزمایش درستی این ادعا را اثبات می کند. در این مرحله شرکت کنندگان به 3 گروه تقسیم شدند.
شرکت کنندگان در گروه اول اجازه داشتند که نیمی از برگه پاسخ را پیش از بررسی پاسخ‌ها و دریافت وجه نقد از بین ببرند. اما در گروه دوم و سوم اوضاع کمی متفاوت بود. شرکت کنندگان این گروه اجازه داشتند برگه پاسخ خود را به طور کامل از بین ببرند. علاوه بر این، به شرکت کنندگان در گروه دوم صندوقی پر از پول داده شد تا هر کدام به میزان پاسخهای صحیحشان مبلغ جایزه را از درون جعبه بردارند. به نظرتان نتیجه چه شد؟ واضح است که خیلی از شرکت کننده ها تقلب کردند، اما درصد تقلب در سه گروه کاملا یکسان بود. در واقع شرکت کنندگان در سه سطح نظارتی مختلف به یک میزان مرتکب تقلب شده بودند. شرکت کنندگان در گروه اول با احتمال بیشتری از دستگیری روبرو بودند، اما دقیقاً به همان میزان شرکت کنندگان در گروه دوم تقلب کردند. در واقع احتمال دستگیر شدن و یا نشدن بر تصمیم آنها مؤثر نبوده است و آنها این دلیل منطقی و عقلانی را در نظر نگرفتند. با توجه به آنچه تا کنون دریافتیم، شاید بهتر باشد برای شناخت ماهیت تقلب به نیروهای بازدارنده آن بپردازیم. بوکلایت شماره 3. ایمان قلبی سبب می شود کمتر تقلب کنیم. همانطور که در بوکلایت قبلی توضیح داده شد، افراد در صورت وجود شرایط بهتر و کم خطرتر لزوماً بیشتر تقلب نمی کنند. پس چه چیز ما را از انجام تقلب و دروغگویی باز می دارد؟ اگر بخواهیم همینجا پاسخ را مطرح کنیم، به این دو کلمه می رسیم: اخلاق افراد. زندگی روزمره را می توان جدالی دائمی بین خوب و بد دانست. ما همواره مجبور هستیم دو انگیزه مخالف را با هم پیش برده و بین تقلب و صادق بودن یکی را انتخاب کنیم. در حقیقت افراد تمایل دارند بسیاری از کارها را از راه تقلب پیش ببرند، ولی در عین حال خودشان را انسان‌های خوب و صادقی بدانند. برای مثال بیایید جامعه کوچکی از دانشجویان را در نظر بگیریم. نویسنده یک کتاب از یک مشاور مشاغل موفق که در حقیقت یک بازیگر در لباس مبدل بود دعوت کرد تا برای سخنرانی در جمع دانشجویان حضور پیدا کند. مشاور جعلی در طول سخنرانی روش‌های تقلب بسیار جالبی در اختیار دانشجویان قرار داد. در پایان سخنرانی تمام دانشجویان از شنیدن آن راهکارهای متقلبانه هیجان زده بودند. اما آنچه بیش از این اهمیت داشت، حس مشترک بین تمام افراد بود. آنها به طور ناخودآگاه از شنیدن شیوه‌های مختلف کلاهبرداری و تقلب حس ناخوشایندی پیدا کرده بودند. در واقع دانشجویان راهکارهای ارائه شده را منطقی و وسوسه انگیز می دانستند، اما توانایی پذیرش آنها را برای پیش برد اهداف خود نداشتند. این مثال بیانگر یک اصل کلی است. ممکن است افراد بخواهند تقلب کنند، اما اخلاقیات مانع از این کار می شود. علاوه بر این، تنها یک یادآوری ساده از آنچه ما معیارهای اخلاقی می نامیم لازم است تا احتمال ارتکاب به جرم در بین افراد به طرز چشمگیری کاهش یابد. به عنوان نمونه، مسابقه ریاضی مطرح شده در بخش قبل را در نظر بگیرید. نویسنده برای اثبات این ادعا، این بار شرایط جدیدی بین دو گروه برقرار کرد. در این مرحله، شرکت کنندگان گروه اول موظف بودند پیش از شروع امتحان ریاضی 10 توصیه اخلاقی انجیل را در ذهن خود یادآوری کنند. به شرکت کنندگان گروه دوم نیز اعلام شد که باید محتوای 10 کتاب درسی که در طول دوران دبیرستان مطالعه کردند کمابیش در ذهن خود مرور کنند. پس از بررسی پاسخها، گروهی که موظف به یادآوری 10 کتاب درسی بودند در حد معمول و متوسط مرتکب تقلب شده بودند. این در حالی بود که در گروه اول، یعنی افرادی که موظف به یادآوری توصیه های انجیل بودند، هیچ تقلبی صورت نگرفته بود. نتایج حاصل از این مرحله در برگیرنده یک نتیجه مهم
در ارتباط با تأثیر اخلاقیات بر ارتکاب جرم است. کدهای اخلاقی که پیش از شروع رقابت به افراد یادآوری شده بود، در رفتار آنها تأثیر گذاشته و باعث شده بود که آنها تمایلی به تقلب نداشته باشند. در حالی که افراد در دسته دوم از این تأثیر مثبت بی بهره بودند. در حقیقت می توان این گونه برداشت کرد که ما از طرفی متمایل به دریافت سود و منفعت حاصل از تقلب و دروغ هستیم، ولی از سوی دیگر از رفتارهای غیر اخلاقی نیز واهمه داریم. با این اوصاف، پس چگونه بسیاری از افراد و حتی خود ما مرتکب تقلب می شویم؟ بوکلایت شماره 4. متقلب ها پیش از دیگران خود را گول می زنند. آیا ما می توانیم در حالی که از سود و پاداش تقلب بهره مند می شویم، خود را انسانی درست کار و صادق بدانیم؟ با کمال تعجب، پاسخ این پرسش مثبت است. بله، ما منفعت حاصل از دروغ و تقلب را با آغوش باز میپذیریم. در حقیقت، ما موجوداتی خلاق و توجیهگر هستیم. به خصوص زمانی که پای توجیه رفتار نادرست خودمان در میان باشد. بیایید نیم نگاهی به آزمون ریاضی مطرح شده در بوکلایت قبل بیاندازیم. در مرحله اول، همه اعضای گروهی که مسئولیت بررسی نتایج خود را بر عهده داشتند و تحت نظارت نبودند، مرتکب تقلب شدند. در واقع، آنها برای دستیابی به نتایج بهتر، پاسخهای غلط خود را با موارد صحیح جایگزین کردند. در بخش دوم، از شرکت کنندگان پرسیده شد که اگر سیستم نظارتی بر پاسخهای آنها وجود داشته باشد، آیا می توانند به همان میزان به مسائل آزمون جواب درست و صحیح بدهند و نتایج قبلی را تکرار کنند؟ بیشتر شرکت کنندگان امتیاز خود را مانند قبل پیش بینی کردند. خواه قادر به تقلب باشند، خواه نباشند. به عبارت بهتر، آنها خود را فریب دادند تا باور داشته باشند توانایی ریاضی آنها با تقلب همان توانایی واقعی آنهاست. حال بیایید دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم. ما چگونه خود را فریب می دهیم؟ نویسنده برای توضیح این فرایند از مفهومی به نام فاصله روانی یاد می کند. در حقیقت، بین ما و هر عمل غیر صادقانه فاصله ای ذهنی وجود دارد و آنچه ما را به ارتکاب جرم یا بالعکس پرهیز از آن وادار می کند، به این فاصله مربوط می شود. بیایید با یک مثال ساده شروع کنیم. اگر مجبور باشید میان سرقت چند اسکناس یا یک وسیله تصمیم بگیرید، شما کدام را انتخاب می کنید؟ معمولاً اکثریت افراد در این دوراهی وسیله را برای دزدی انتخاب می کنند. در حقیقت، همه ما می دانیم که دزدی پول عملی نادرست است. اما به نظر می رسد سرقت اجناسی که با همان پول خریداری شده، در ذهن ما پذیرش بهتری دارد. در حقیقت دزدیدن وسیله کمتر به شما حس سارق بودن می دهد. یا به عبارتی با دزدیدن وسیله شما فاصله بیشتری با سارق بودن دارید. در حقیقت با سرقت پول فاصله کمتری میان خودتان و یک سارق حرفه‌ای حس می کنید. واضح است که ما دوست نداریم خودمان را یک دزد تصور کنیم. نویسنده در این رابطه آزمایش جالبی انجام داده است که نتایج آن درستی این پدیده را به وضوح نمایان می کند. در یک خانه دانشجویی، یک بسته ششتایی نوشابه کوکاکولا و چند اسکناس یک دلاری درون یخچال قرار داده شد. در هر دو مورد، دانشجویان می دانستند که نوشابه ها و اسکناس متعلق به فرد دیگری است. همین امر نادرستی عمل سرقت هر کدام از این دو مورد را اثبات می کند. اما نتیجه آزمایش چه بود؟ تمامی قوطی های موجود در یخچال به سرقت رفت، در حالی که پول دست نخورده باقی مانده بود. دلیل این موضوع همانطور که توضیح داده شد، ناشی از یک نوع تخمین فاصله بین ما و ارتکاب جرم است. در حقیقت، بین دزدیدن نوشابه ها و عمل سرقت فاصله بیشتری احساس می شود، در حالی که سرقت پول فاصله روانی کمتری
با عمل سرقت به عنوان یک دزد در ذهن افراد داشته است. وقتی فاصله روانی ما با تقلب کم می شود، نمی توانیم خود را فریب بدهیم و به همین دلیل قوه توجیهگر ما خوب عمل نمی کند. در واقع افراد از طریق برقراری نوعی توازن میان یک عمل نادرست و رفتارهای صادقانه به وسوسه تقلب تن می دهند. نویسنده این برقراری توازن را انعطاف پذیری شناختی می نامد. این نوع انعطاف پذیری را می توان عامل اصلی ناهنجاری انسان دانست. حالتی که به طور مستقیم بر رفتار و اخلاق ما تأثیر گذار است. برخلاف هر گونه تحلیل منطقی هزینه و سود، آنچه تقلب را برای ما میسر می کند، انعطاف پذیری است. اما آیا تقلب تماما یک مسئله هیجانی و احساسی است که به روان ما برمیگردد و مسائل عینی در آن دخیل نیست؟ بوکلایت شماره 5. خستگی سبب می شود که راحت تر تقلب کنیم. تصور کنید بعد از یک روز کاری سخت به خانه بازگشته اید. شما خسته، به هم ریخته و صد البته گرسنه هستید. در این شرایط با همه وجود تصمیم دارید باقی روز را استراحت کنید. در چنین شرایطی چقدر ممکن است به آشپزخانه بروید و برای خودتان یک شام سالم و پر انرژی تهیه کنید؟ معمولاً در این شرایط اولین گام سفارش یک غذای فست فودی ناسالم است. مهم نیست شما چقدر به سلامت خود اهمیت می دهید. اینکه چند هفته رژیم سخت غذایی داشته اید در این لحظه اهمیت چندانی ندارد. شما خسته تر از آن هستید که به سایر مسائل فکر کنید. اما چه می شود که ما پس از یک شرایط سخت کاری به راحتی تسلیم تصمیمات نادرست می شویم؟ در واقع، هنگامی که ما از مغز خود بیشتر از حد معمول استفاده می کنیم و آن را تحت فشار قرار می دهیم، راحت تر تسلیم وسوسه می شویم. یک ذهن خسته در مقابل وسوسه بی‌دفاع است. نویسنده با طراحی یک آزمایش صحت این ادعا را اثبات کرده است. در مرحله اول آزمایش به گروهی از افراد شرکت کننده یک عدد دو رقمی نشان داده شد. افراد موظف بودند این عدد را تا مرحله بعد به یاد داشته باشند. سپس از آنها خواسته شد به اتاق دیگری بروند. در مسیر بین دو اتاق سبدی حاوی کیک شکلاتی و میوه‌های تازه قرار داده شده بود که شرکت کنندگان برای رفتن از اتاقی به اتاق دیگر با آن مواجه می‌شدند. پس از ورود به اتاق دوم، افراد موظف بودند عدد دو رقمی را به یاد آورده و اعلام کنند. پس از اعلام عدد دو رقمی، شرکت کنندگان باید بین کیک شکلاتی و میوه یکی را برای خوردن انتخاب می‌کردند. اکثر افراد پس از به یاد آوردن شماره دو رقمی میوه های تازه را برای خوردن انتخاب کردند. در مرحله بعد گروه دیگری از شرکت کنندگان به اتاق اول آورده شدند. از این افراد خواسته شد که یک عدد هفت رقمی را به خاطر بسپرند. سایر شرایط مسابقه کاملا مشابه بود. شرکت کنندگان پس از ورود به اتاق دوم عدد هفت رقمی را از حفظ اعلام کردند. اکنون نوبت به انتخاب بین کیک شکلاتی و میوه رسیده بود. آنچه در این مرحله اتفاق افتاد شگفت‌انگیز بود. اکثر شرکت کنندگان کیک شکلاتی را انتخاب کردند. در حقیقت انتخاب بین وعده‌های خوراکی تماماً به تعداد ارقامی که افراد باید حفظ می‌کردند بستگی داشت. اما خستگی و فشار ذهنی نه تنها احتمال تسلیم در برابر وسوسه را افزایش می‌دهد، بلکه باعث می شود ما بیشتر تقلب کنیم. بیایید دوباره با یک آزمایش به بررسی این موضوع بپردازیم. در این مرحله از آزمایش از افراد گروه اول خواسته شد که متنی کوتاه بدون استفاده از حروف الف و نون بنویسند. افراد گروه دوم نیز موظف بودند مانند گروه اول یادداشت کوتاهی بنویسند. با این تفاوت که گروه دوم نباید از حروف ژ و س استفاده می کرد. بدیهی است که کار گروه اول به نسبت گروه دوم دشوارتر بود. پس از آن به هر دو گروه سوالات ریاضی مشابهی داده شد.
در این مرحله هر دو گروه اجازه داشتند برگه های پاسخ خود را از بین برده و تعداد جواب های صحیح را اعلام کنند. بدیهی است با این شرایط فرصت تقلب برای دو گروه به میزان زیادی وجود داشت. پس از بررسی پاسخ ها مشخص شد که اعضای گروه اول 3 برابر بیشتر از گروه دوم تقلب کرده بودند. در حقیقت فشار ذهنی و خستگی ناشی از وظیفه سخت گروه اول باعث شده بود آنها بیشتر تقلب کنند. اما آیا خستگی تنها عاملی است که ما را در برابر وسوسه تقلب بی‌دفاع می‌کند؟ بوکلایت شماره 6. پوشیدن لباس تقلبی باعث می‌شود بیشتر تقلب کرده و به اطرافیان بی‌اعتماد باشیم. همه ما در مقاطعی از زندگی به دلایل بسیاری جنس تقلبی را به برند اصلی ترجیح دادیم. مردم معمولاً از کفش و ساعت‌هایی با طراحی تقلبی و قیمت کمتر استفاده می‌کنند. اما یا تا به حال به تأثیر خرید اجناس تقلبی فکر کرده اید؟ از نظر اکثریت افراد، پوشیدن یک لباس یا خرید یک جنس تقلبی نمی‌تواند تأثیر چندانی روی رفتار انسان داشته باشد. اما این یک تفکر اشتباه است. در واقعیت شواهدی وجود دارد که تأثیر استفاده از اجناس تقلبی را بر ارتکاب جرم به وضوح اثبات کرده است. نویسنده مطابق قسمت‌های پیشین در این بخش نیز صحت گفته‌های خود را با یک آزمایش نشان داده است. در این آزمایش افراد به 3 گروه مختلف تقسیم شدند. به افراد دسته اول عینک‌هایی با طراحی و مارک اصلی داده شد و به آنها اعلام شد که این محصول کاملاً اصل است. اما شرکت کنندگان در گروه دوم عینک‌هایی با طراحی و مارک تقلبی دریافت کردند و به آنها نیز گفته شد که این عینک‌ها تقلبی است. گروه سوم نیز تعدادی عینک دریافت کردند. با این تفاوت که افراد در این دسته از اصل یا تقلبی بودن عینک خود اطلاع نداشتند. در مرحله بعدی از افراد شرکت کننده در 3 گروه یک امتحان ریاضی با پرسش‌های مشابه گرفته شد و شرایطی فراهم شد تا شرکت کنندگان بتوانند تقلب کنند. پس از بررسی پاسخ شرکت کنندگان 3 گروه مشخص شد تمامی گروه‌ها تا حدودی تقلب کردند. اما آنچه آنها را از یکدیگر متمایز می‌کرد میزان و درصد تقلب بود. گروه اول یعنی افرادی که عینک‌های اصل به چشم داشتند 30% تقلب کرده بودند. گروه دوم که متشکل از افرادی با عینک‌های تقلبی و غیر اصل بودند 71% از پرسش‌ها را با کمک تقلب پاسخ داده بودند. و گروه سوم که اطلاعی از تقلبی یا اصل بودن عینک خود نداشتند به میزان 41% در امتحان تقلب کرده بودند. با توجه به درصدها، افراد گروه اول کمتر از سایر گروه‌ها تقلب کرده بودند. در واقع، تصور مثبت ناشی از اصل بودن عینک در این افراد باعث شده بود کمتر از سایرین دست به عمل ناشایسته تقلب بزنند. برخلاف گروه اول، گروهی که آگاهانه عینک‌های تقلبی به چشم داشتند، بیش از باقی گروه‌ها تقلب کرده بودند. این درصد بالا تأثیر منفی و قابل توجه استفاده از یک جنس غیر اصل روی سایر رفتارهای ناشایست افراد را به درستی نشان می‌دهد. در حقیقت انجام یک عمل نادرست مانند استفاده از جنس تقلبی شانس ارتکاب تقلب بعدی را افزایش می‌دهد. اما تبعات ناشی از استفاده از محصولات قلابی به همینجا ختم نمی شود. پوشیدن لباس تقلبی می تواند سوءظن ما را نسبت به افراد دیگر تحریک کند. نتایج مرحله بعدی آزمایش عینک ها می تواند این اصل را به خوبی اثبات کند. در آغاز اجازه داده شد شرکت کنندگان از عینکی که هدیه گرفتند کاملا لذت ببرند و در مرحله بعدی از شرکت کنندگان 3 گروه خواسته شد که درباره سایر اعضای تیم خود صحبت کرده ویژگی‌های خوب و بد آنها را به طور خلاصه عنوان کنند و نظر خود درباره همگروهی‌هایشان را اعلام کنند. اعضای گروه دوم
به میزان چشمگیری بیش از سایر گروه ها همتیمی های خود را قضاوت کرده و با پیش داوری و عدم اعتماد در رابطه با یکدیگر سخن گفتند. حال ممکن است با خود فکر کنید آیا همه ی آنچه باعث می شود تقلب کنید به عوامل درونی مربوط می شود؟ به عبارتی آیا جامعه و شرایط حاکم بران نیز در ارتکاب ما به جرم سهیم است؟ بوکلایت شماره 7. تقلب می تواند مثل یک ویروس ما را مبتلا کند. همان گونه که پیش از این ذکر شد، خودفریبی و انعطاف رفتاری عوامل اصلی و درونی تقلب و ارتکاب جرم است. مسائلی چون آثار استفاده از محصولات تقلبی و خستگی جسمی نیز به عنوان بخشی از عوامل بیرونی مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفت. اما آیا تقلب از سویه‌های اجتماعی تاثیرپذیری ندارد؟ یا به عبارت دیگر ممکن است ارتکاب جرم و تقلب جنبه‌های اجتماعی نیز داشته باشد؟ آیا فریبکاری و فساد می‌تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود؟ متأسفانه فریبکاری و فساد می‌تواند مثل یک بیماری مصری از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا کند. این همان روندی است که نویسنده آن را اپیدمی تقلب می‌نامد. وی معتقد است از طریق این فرایند رفتارهای مشابهی بین افراد گسترش یافته و در جامعه جلوه می‌یابد. مانند بخش‌های پیشین، نویسنده در این قسمت نیز از یک آزمایش برای بررسی درستی نظریات خود استفاده کرده است. در این آزمایش افراد به دو گروه تقسیم شده و مجدداً آزمونی با سوالات مشابه بین آنها برگزار شد. شرکت کنندگان در ازای هر پاسخ صحیح مبلغی را به عنوان جایزه دریافت می کردند. افراد در هر دو گروه اجازه داشتند برگه ی پاسخ خود را در پایان امتحان از بین برده و سپس تعداد جوابهای صحیح را اعلام کنند. در واقع فرصت تقلب برای تمام افراد مهیا شده بود. اکنون ممکن است با خود فکر کنید چه عاملی دو گروه شرکت کننده را از یکدیگر متمایز می کرد. پاسخ شما در مرحله بعدی آزمایش مشخص می شود. عامل عنصر اجتماعی. در گروه اول پس از گذشت زمان کمی از شروع امتحان، یکی از شرکت کنندگان که در حقیقت یک شرکت کننده جعلی بود، از جا برخاسته و اعلام کرد: کار من تمام شد. من همه سوال‌ها را حل کردم. با توجه به حجم سوالات و زمان اندکی که از شروع آزمون گذشته بود، برای همه شرکت کنندگان واضح بود که این فرد تقلب کرده است. اما در کمال تعجب فرد متقلب توانست مبلغی را که برای حل پاسخ صحیح مقرر شده بود دریافت کند. سایر افراد در دو گروه همچنان تا پایان زمان آزمون به حل کردن سوالات مشغول بودند و پس از آن با توجه به اینکه اجازه داشتند برگه های پاسخ را از بین ببرند، هر دو گروه تا حدودی تقلب کردند. حال بیایید به میزان دقیق تقلب در دو گروه نگاهی بیاندازیم. گروه اول چیزی حدود 2 برابر بیش از گروه دوم در امتحان تقلب کرده بود. در حقیقت تمایل به تقلب و ارتکاب جرم در بین افراد این گروه با مشاهده ی فرد متقلب به طرز چشمگیری افزایش یافته بود. این آمار درستی ادعای نویسنده در ارتباط با عامل اجتماعی و تأثیر آن روی افراد را ثابت می کند. البته باید توجه داشت که جامعه و گروه های اجتماعی همیشه عاملی برای ارتکاب جرم و یا ترغیب انگیزه ی فریبکاری نیست. بیایید با یک آزمایش کوچک این اصل را دقیق تر مورد بررسی قرار دهیم. شرکت کنندگان در این آزمایش به گروه های 2 نفره تقسیم شده و میبایست در یک آزمون ریاضی با یکدیگر همکاری کنند. در مرحله اول، افراد فقط میتوانستند در حالی که روبروی هم نشسته بودند به یکدیگر نگاه کنند. در این مرحله، اجازه صحبت کردن و مشورت بین اعضای گروه وجود نداشت. در چنین شرایطی، هیچ گونه تقلبی بین افراد صورت نگرفت. در مرحله بعدی مجدداً آزمونی بین شرکت کنندگان برگزار شد. این بار
گروه‌های دو نفره اجازه داشتند برای پاسخ به سوالات با یکدیگر مشورت و گفتگو کنند. در کمال تعجب پس از بررسی پاسخ‌ها مشخص شد که همان افراد در این مرحله برخلاف قسمت قبل تقلب کرده بودند. نویسنده نتایج این آزمایش را این گونه توضیح می‌کند: در جامعه و همچنین در این آزمایش که نمادی از یک گروه کوچک اجتماعی است، دو نیرو و یا کنش مختلف در جریان است. در حالت اول، یعنی هنگامی که افراد فقط اجازه داشتند یکدیگر را مشاهده کنند، آنچه در بین آنها جریان داشت حس نظارت بر دیگری بود، آنچه طرف مقابل را از ارتکاب جرم و تقلب باز می داشت. در مرحله بعد افراد مشغول گفتگو شدند و با هم ارتباط برقرار کردند. این همان مرحله است که نیروی دوم، یعنی گرایش‌های نودوستانه در بین آنها به وجود آمد. در واقع افراد دریافتند که می توانند در حضور یکدیگر دست به رفتار نادرست و ارتکاب جرم بزنند و همچنین در سود حاصل از آن به طور متقابل شریک باشند. همین امر باعث شد تقلب در بین آنها افزایش پیدا کند. اما آیا در برابر فساد و تقلب موجود در جامعه کاملاً بی‌دفاع هستیم؟ اکنون زمان آن رسیده که دریابیم چگونه میتوان در برابر تمامی وسوسه ها و عوامل بیرونی تقلب مقاومت کرد. بوکلایت شماره 8. شناخت دقیق تقلب سبب میشود صادقانه تر رفتار کنیم. در بوکلایت های قبل دریافتیم که انسان تحت چه عواملی دست به ارتکاب جرم هر چند کوچک میزند. اما آیا این همه چیزی است که باید درباره فریبکار بودن خودمان بدانیم؟ در اصل مهمترین قسمت در رابطه با تقلب شیوه کنترل کردن آن است. ما باید بدانیم که چگونه میتوانیم خودمان را در مقابل وسوسه ارتکاب به جرم کنترل کنیم. این پرسشی است که در این بخش به آن پاسخ خواهیم داد. بیایید با کمک آنچه تا کنون آموخته ایم یک سناریو را بررسی کنیم. یک زن خانه‌دار پس از مدتی متوجه می‌شود که خدمتکار خانه هر چند روز یک بار مقداری گوشت از فریزر سرقت می‌کند. او در اولین اقدام قفلی برای فریزر تهیه کرده و در آن را قفل می‌کند. تا این مرحله اقدام زن طبیعی و قابل انتظار است. پس از آن خانم صاحب خانه به خدمتکار می‌گوید: حس می‌کنم کسی از فریزر خانه سرقت می‌کند. من به برخی افرادی که در این خانه کار می کنند مشکوک هستم. برای همین بهتر است فقط من و تو کلید قفل فریزر را داشته باشیم. به نظر شما نتیجه این اقدام صاحب خانه چه بوده است؟ آیا این روی کرد با موفقیت مواجه شد؟ پاسخ مثبت است. در حقیقت دلایل زیادی برای موفقیت این سناریو وجود دارد که تمام آنها به آنچه پیش از این در این بوکلایت گفته شد برمی گردد. 1. صاحب خانه در مرحله اول با قفل کردن فریزر وسوسه خدمتکار را برای دزدی مهار کرد. 2. در مرحله بعدی صاحب خانه با دادن کلید به خدمتکار حس مسئولیت او را هدف قرار داد. نتیجه این کار در حقیقت کم کردن فاصله روانی میان سرقت گوشت و عمل دزدی برای خدمتکار بود. به خاطر بیاورید که در بخش‌های قبل آموختیم هرچه فاصله روانی بین عمل نادرست و فرد مجرم کمتر باشد، توجیه فریبکاری برای شخص سخت‌تر خواهد بود. 3. زن با اعتماد کردن به خدمتکار، صداقت را به عنوان یک هنجار اجتماعی در خانه خود تثبیت کرد. ما می‌دانیم که رفتارها در جامعه از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می کند. اما باید توجه داشت که همیشه نمی توان روش های این چنینی را برای مقابله با ارتکاب جرم در جامعه پیش برد. راهکار بعدی که می توان برای مهار و کنترل جرم در جامعه به کار بست، روشی است که نویسنده کتاب آن را کاهش تضاد منافع می نامد. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، افراد جامعه برای آنچه خلاف نقش و وظیفه معین شده آنهاست، مشمول دریافت پاداش می شوند. برای مثال یک پزشک را در نظر بگیرید.
نقش پزشک، مراقبت از سلامت افراد و درمان آنهاست. در بسیاری از موارد، پزشکان بابت تجویز برخی داروها از شرکت تولید کننده دارو پاداش یا به اصطلاح پورسانت دریافت می کنند. نتیجه چنین اقدامی چیست؟ این امر در برخی موارد منجر به تجویز بیشتر دارو توسط پزشک می شود. در اصل، پزشکی که وظیفه‌اش مراقبت از سلامت افراد است، با تجویز داروهای بیشتر می تواند به سلامتی فرد لطمه بزند. این اقدام در حقیقت خلاف نقش اجتماعی یک پزشک به عنوان محافظ بیماران است. این بیانگر مفهومی است که پیشتر از آن به عنوان تضاد منافع نام برده ایم. جایی که پزشک برای منافع بیشتر وسوسه می شود تقلب کند. برای حل این مشکل، تضاد منافع باید در جامعه برطرف شود. یا به عبارت دقیق تر در این مثال، پزشکان باید از دریافت پول توسط شرکت‌های دارویی منع شوند. فساد، ناهنجاری و آنچان را تقلب در ابعاد بزرگ اجتماع می نامیم، تنها به افراد خاصی در جامعه مربوط نمی شود. تقلب یک پدیده رایج و گسترده در بین تمامی افراد یک جامعه است. بسیاری از محرک‌های ارتکاب جرم، فریبکاری و دروغ آنگونه که ما انتظار داریم منطقی نیستند. محرک‌های تقلب در واقع به شرایط فردی، اجتماعی و اخلاق افراد وابسته است. شناخت و درک این محرک‌ها نیاز به بررسی و روانشناسی گام به گام پدیده تقلب دارد. بدیهی است با آموختن روانشناسی تقلب ما می توانیم ناهنجاری را بهتر بشناسیم. طبعاً شناخت بهتر این پدیده سبب می شود بتوانیم تقلب را در خود و دیگران کنترل کنیم. پیشنهاد کاربردی: انگیزه های خود را تحلیل کنید. از این پس هرگاه مرتکب تقلب یا جرمی هر چند ناچیز شدید، انگیزه خود را از انجام آن تحلیل کنید. از خود بپرسید چرا تقلب کردم؟ آیا من به دلیل منافع شخصی دست به چنین اقدامی زدم؟ چه دلایلی در درون و پیرامون من باعث شد تقلب کنم؟ یادگیری این که چگونه هنگام تقلب کردن خود را کنترل کنید. کشف انگیزه در هنگام ارتکاب جرم می تواند گام مؤثری در مقابل وسوسه باشد. قبل از خسته شدن استراحت کنید. یکی از عوامل بیرونی ارتکاب جرم فرسودگی ذهن و جسم است. ما در هنگام خستگی راحت‌تر مرتکب جرم می‌شویم. راحت‌تر دروغ می‌گوییم و دچار وسوسه می‌شویم. سعی کنید تا جایی که امکان دارد خودتان را خسته نکنید. استراحت منظم و کافی داشته باشید و قبل از آنکه تسلیم وسوسه تقلب شوید، استراحت کنید.